سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم با یه ویدیو دیگه و توی این ویدیو قراره بهتون یک سری ایده جذاب بدم که اگر خواستین میتونین یه اسکچ بوک رو بردارین و از ابتدا تا انتهای این اسکچ بوک رو با این محتوا تمرین کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی شما یه اسکچ بوک رو برمیدارین و از ابتدا تا انتهاش سعی میکنین که اون محتوا رو انجام بدین، هرچی میره جلوتر اون محتوا به خروجی های بهتری میرسه و کمک میکنه که دست شما هی قوی تر بشه و به نوعی به این تمرین اینکه دستتون هم قوی تر بشه کمک میکنه. اسکچ بوکی که من برداشتم، البته از قبل حالا یه سری چیز میزا توش کشیده بودم، ولی حالا اینو بهتون بگم، اسکچ بوکی که من برداشتم از برند لاین نوته. خیلی اسکچ بوکاش خوبه و به شدت بهتون پیشنهاد میکنم که اسکچ بوکاش رو هر جایی که دیدین تهیه کنین، چون من خیلی جاهای کمی پیدا میکنم اینو یا به سختی پیدا میکنم. اینجا مشخصات اسکچ بوک رو نوشته که ابعاد کاغذش چقدره، گرمش چنده، چند ورق کاغذ داره، چه رنگایی هست و از این حرفا، که خب از دو تا رنگ تشکیل شده. اگه اینجا ببینین رنگ کرم و سفیده، یک بخشش کرم هستش و یک بخشش سفیده. و من اینو زوم میکنم ببینین، نمیدونم بافتش معلوم میشه یا نه، بافتش خیلی قشنگه، شبیه به بوم میمونه و این کمک میکنه که شما خیلی وقتی میخواییم به خصوص کار رنگ انجام بده خیلی بهتون ایده پردازی خوبی بده. حالا میاییم که شروع کنیم با ایده اولیه‌مون. ایده اولیه که میتونیم داشته باشیم از ماژیک های سری پاسکا هستش. ماژیک های پاسکا بچه ها نمیدونم دیدین یا نه، یه سری ماژیک های اکریلیکی مانندن. حالا شما میتونین اینو با ماژیک های پاسکا تست کنین، میتونین هم با هر ماژیک دیگه تست کنین. ماژیک های پاسکا یه حالت اکریلیکی دارن. وقتی شما جوهرشون رو میخواین بریزین روی کاغذ و میخواین کار کنین، میبینین چقدر حس اکریلیکی و قشنگی داره و کاملا یه حجمی داره. حالا با این چه تمرینی میشه انجام داد؟ با این میشه یک سری خطوط به این صورت کشید بچه ها. حالا بهتون میگم که چه کمکی میکنه. یکی اینکه کمک میکنه شما کم کم چشمتون به رنگ ها خیلی عادت کنه و رنگ خوب و بد و متریال رو بهتر بشناسه. شاید اولش بگین خب یعنی چی؟ وقتی شما با رنگ زیاد سر و کار دارین بچه ها، از یک جا به بعد هم نشینی رنگ ها رو بهتر درک میکنین به واسطه این تمرینی که دارین انجام میدین. به واسطه این تمرین تسلطتون روی گرفتن ماژیک توی دستتون و کنترلش، به خصوص کشیدن این خطوط و این متریال هم براتون راحت تر میشه. مثلا کشیدن خطوط منحنی با این متریال براتون راحت تر میشه و کمک میکنه که یک اسکچ بوک و صفحه رنگی خیلی خوبی داشته باشین. تسلطتون روی خط گذاری رو خیلی میبره بالا. بعدها که خواستین با هر تکنیک دیگه ای تمرین کنین، کاملا روی این کاملا روی این که بتونین فشار دستتون رو کنترل کنین برای کشیدن استفاده از متریال های مختلف بهتون کمک میکنه اینجا. پس توی این قسمت الان این یکی از راه‌هایی که شما میتونین اسکچ بوکتون رو کامل کنین باهاش. به این صورت من فقط دارم از خطوط منحنی استفاده میکنم که تسلطم روی خط گذاری و روی خط کشیدن های به خصوص منحنی چالش برانگیزترم هست، با کنترل بیشتری اتفاق بیفته و تسلطم روی این قسمت بیشتر بشه. پس این تمرین به ظاهر ساده کلی میتونه به من ایده بده و همینطور بچه خروجیتون رو هم خیلی قشنگ میکنه، به خاطر اینکه شما در کنار اینکه حالا دارین این کار رو انجام میدین کلی تابلو میتونین به این صورت بکشین، تابلوهای مینیمال
زبونم گرفت. تابلوهای مینیمالی که به این صورت اجرا میشه و وقتی شما تسلط روی این خط گذاری بیشتر داشته باشین، میبینین چقدر خروجتون قشنگتر میشه و هرچی شما اینو بیشتر هم کار میکنین، اون تسلط خط گذاریتون هم بیشتر میشه دیگه، چون دیگه از یک جا به بعد اگر چشم شما رو هم ببندن شما کاملا میدونین خطوطتون کجا گذاشته شده و الان باید به چه صورت بکشین. پس یک از تمرینه که برای اسکچ بوکتون میتونین انجام بدین این تمرینه، خیلی جذابه. حالا میتونین با ماژیک پاسکا انجامش بدین یا نه میتونه با هر ماژیک دیگه هم اتفاق بیفته. با ماژیک میگم به خاطر اینکه پررنگه و کمک میکنه که خروجی شما قشنگتر بشه، برای همینم روی حس شما و ادامه دادن این کار برای شما تاثیر گذاره. یکی از تمرینای دیگه که میتونید توی اسکچ بوکتون کامل کنین و میتونید یه اسکچ بوک رو باهاش کامل کنین، تمرین خط خطی. تمرین خط خطی شاید توی خیلی از کلاس ها بهتون بگن، ولی حالا بهتون میگم که چه فایده ای داره و چه کمکی میکنه. یکی این که لطفاً قبل از این که تمرین خط خطی رو انجام بدین، حتما یه سری خود ابتداییات رو نسبت به کاراکتر سازی و اینجور چیزها بچه ها داشته باشین، به خاطر اینکه اگر اینا رو نداشته باشین از دل تمرین های خط خطیتون نمیتونین خروجی بگیرین. تمرین خط خطی برای بچه های مفید هستش که یه سری در سطح متوسطی هستن و یه سری خروجی خودشون بلدن بگیرن. حالا این تمرین خط خطی به من کمک میکنه که من بتونم ایده های ذهنیم رو قشنگتر پیاده سازی کنم و میتونم خروجی های بهتری داشته باشم. وقت این برای زمانی، به خصوص برای زمانی که ذهنتون کم میاره بچه ها. وقتی ذهن کم میاره راحت میتونین از طریق تمرین خط خطی خروجی های جدید بگیرید، به خصوص برای کاراکترهاتون و یا چیز برای طراحی حیوانات خیلی خوب جواب میده. ولی این در صورتیه که شما بتونین، شما یه سری ابتداییات رو بلد باشین بچه. من از تمرین خط خطی رو هم جزو این آپشن ها میذارم به خاطر اینکه میتونه کلی بهتون ایده بده اگر که شما تسلط داشته باشین روی تاثیرسازیتون و نخواهید به زور روی مغزتون فشار بیارین که خروجی بگیره. پس یکی دیگه از راههایی که شما میتونین به واسطش یه اسکچ بوک رو کامل کنین تمرین خط خطیه بچه ها. بازم تأکید کنم تمرین خط خطی رو به بچه هایی پیشنهاد میکنم که چیز باشن، تسلط داشته باشن روی بحث طراحی کاراکتر و یا تصویر سازی. برای بچه هایی که اگر این قسمت ها رو بلد نیستن اینو پیشنهاد نمی کنم، چون خروجی خوبی بهتون نمیده بچه ها. ببینید من الان چون تسلط دارم روی این بحث، برای همینم به راحتی میتونم از دل خط خطی هام یه سری کاراکتر جدید بکشم بیرون که کاراکترام جدیدتر باشن نسبت به کاراکترهایی که خودم میکشم و خروجی جدیدتر بهم بده. ولی اگر این تسلط رو نداشتم انقدر راحت نمیتونستم الان خروجی بگیرم بیرون. ولی میبینین چقدر بهتون ایده میده وقتی این کار رو انجام میدین و وقتی که تعداد ورقه هاتون زیادتر میشه، از یه جا به بعد اون تمرین خط خطیه بهتون خیلی خروجی های ایدئالی میده و شما کاملا میتونین طراحی فیگور و یه سری چیزهایی که خیلی سخت هستن و از دل اینها در بیارین. پس راه دومی که شما میتونین باهاش یه اسکچ بوک رو کامل کنین تمرین خط خطی هستش. حتما این تمرین رو انجام بدین چون به شدت هم با نمک و بامزه است. راه سومی که میتونین یه اسکچ بوک رو باهاش کامل کنین و تمامش رو انجام بدین، کشیدن تک به تک اجزای صورت بچه ها. به نظر من اگر جای شما باشم، اگر سطح من متوسط باشه یا سطح من در ابتدای شروع باشه، مثلا یه اسکچ بوک برمیدارم فقط طراحی چشم انجام میدم، یه اسکچ بوک برمیدارم فقط طراحی بینی میکشم، یه اسکچ بوک برمیدارم فقط طراحی چیز میکشم، لب میکشم، لب و دهن.
به خاطر اینکه این کار به من کمک میکنه وقتی قرار من مجبور باشم توی حجم زیادی یک آبجکت رو بکشم، از یک جا به بعد اون فشاری که رو من میاد باعث میشه منجر به شکوفایی خلاقیتم بشه و کمک میکنه که من بتونم خروجی های بهتری داشته باشم. ولی اینکه من بدونم خب حالا من 4 تا چشم کشیدم و میذارم کنار، میام سراغ همون چیزهایی که قبلا بلد بودم و هیچ خلاقیتی دیگه توی اون زمینه نخواهم داشت و از یک جا به بعد مدام کاراکترهای من تکراری میشن. ولی وقتی که من میام خودم رو تحت فشار قرار میدم که باید حتما یه اسکچ بوک کامل رو فقط این شکلی طراحی کنم و فقط روی مبحث چشم مانو بدم، به من کمک میکنه که من مجبور بشم که خروجی های تست های جدید تر داشته باشم، خروجی های جدید تر داشته باشم. ببینین فکر کنین حالا مثلا من اگه قرار باشه، من الان دارم این 3 تا چشم میکشم، فکر کنین حالا قرار باشه من کل این دفتر رو پر از چشم میکنم، چقدر خروجی ها جدید تر میشن. و همین باعث میشه که وقتی من بر میگردم که کاراکترم رو طراحی کنم، از یه جا به بعد دیگه کاراکترهای من ریتم تکراری پیدا نمیکنن، کاراکترهای من کاملا جدید میشن. پس حتما به نظرم اگه اسکچ بوک هم برداریم فقط اجزای صورت رو تک به تک کار کنیم، به خصوص حالا چشم، چون چشم آپشن تاثیرگذاری هستش و باعث میشه که خروجی هاتون خیلی متفاوت تر بشن به واسطه یه تغییر چشم هایی که ایجاد میکنین. به این صورت حالا من در همین حینم براتون چند تا تست زدم که ببینین وقتی آدم مجبور باشه تست های مختلف بزنه هی تنوع خودش به وجود میاره پشت سر هم. یه تمرین دیگه که میتونین به وجود بیارین که به نظر من خیلی هم اتفاقا روی بحث خلاقیتتون کار میکنه، به خصوص برای بچه هایی که دارن طراحی کاراکتر کار میکنن، اینه که یه اسکچوک بردارین و فقط بچه ها مانو بدین روی صورتهای مختلف کاراکتر که ریاکشن احساسات مختلف رو روش پیاده سازی کنین. من قبلا یه ویدیو گذاشته بودم برای ریاکشن احساسات که این پایین توی کپشنم لینک اون ویدیو رو میذارم که بتونین از روش تست بزنین. به نظر من یک دفتر بردارین فقط کاراکتر بکشین با ریاکشن احساسات مختلف، به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که باعث میشه کاراکتر شما خیلی احساس پیدا کنه و کاراکتر شما قشنگ بشه و وقتی آدم ها میبینن کاراکترتون رو باهاشون ارتباط بگیرن، اون ریاکشن و احساساتیه که کاراکتر شما میتونه بگیره. یعنی وقتی ناراحته شما بخواین ناراحتی رو روش نشون بدین و تست بزنین روی اینجا روی کاراکتراتون تست بزنین، مدل ناراحتی های مختلف رو روی کاراکتر پیاده سازی کنین و تسلط روش پیدا کنین، کمک میکنه که بعدها وقتی پروژه‌ای میگیرین یا وقتی قراره توی یک مسابقه‌ای کار کنین یا وقتی قراره که اصلاً یه سفارشی رو تکمیل کنین، اونجا اون احساس رو میتونین خیلی قشنگتر پیاده سازی کنین. پس اینکه من یه دفترچه بردارم و فقط بیام ریاکشن احساسات مختلف رو کار کنم، به شدت روی تسلط من برای ساخت کاراکتر کمک میکنه و کمک میکنه که من بتونم احساسات رو هم خیلی قشنگتر توی کارم پیاده سازی کنم. پس یکی از تمرین های و یکی از ایده هایی که شما میتونید برای اسکچ بوک بردارین که فقط باهاش یه اسکچ بوک رو کامل کنین، اینه که فقط یه دفترچه بردارین و ریاکشن احساسات مختلف کار کنین. ایده آخرم هم برای اینکه شما بخواین یک اسکچ بوک رو باهاش کامل کنین، تلفیق کاراکترهای انسانی و حیوانات هستش. حالا تلفیق کاراکتر انسانی و حیوانات، وقتی که قرار یک اسکچ بوک کامل در رابطه با این کاراکتر بکشین، بهتون کمک میکنه هر بار هی روی این ایده پردازی بیشتر فکر کنین، کمک میکنه آنالیزتون روی بحث حیوانات بیشتر بشه، تسلطتون روی این قسمت زیادتر بشه. یه بار شاخها رو به کاراکترتون اضافه میکنین، یه جا میای مثلا کاراکتر رو تک شاخ میکشین، یه جا فرم گوشهای کاراکتر رو تغییر میدین،
یک جا میاین و برای کاراکترتون مثلا فرم بینیش رو تغییر میدین و باعث میشه که حس این تلفیقه خودش رو بیشتر نشون بده و به این شکل میتونین برای خودتون این کار رو هم انجام بدین. یعنی یک اسکچ بوک بردارین و تماماً تلفیق بین کاراکترهای انسانی و حیوانی باشه. حالا این کار چه کمکی بهتون میکنه؟ این کار کمک میکنه تسلط شما روی ساخت کاراکترهای فرا انسانی بیشتر بشه، روی کاراکترهای تخیلی بیشتر بشه. این بیشتر برای بچه هایی که دوست دارن از قالب کاراکتر انسانی در بیان و دوست ندارن دیگه انقدر ریتم تکراری کارهاشون پیدا کنه خیلی سازنده است. و باز دوباره توی این قسمت هم از یک جا به بعد اون محدودیت کمک میکنه که شما خلاقیتتون بیشتر بشه، کمک میکنه شما روی حیوانهای مختلف، روی آناتومیشون بیشتر دقت کنین و یا به یادگیری طراحی حیوانات هم حتی از یک جای به بعد از توی این اسکچ بوکتون رو میارین، به خاطر اینکه مجبورین و باید یک جاهای خلاقیت بیشتر و قشنگتری داشته باشه. پس به نظر من یکی از ایده های فوق العاده ای که شما میتونین برای اسکچ بوکتون داشته باشین همین تلفیق کاراکتر انسانی و حیوانیه که باهاش کاملا به نظر من حتی بیشتر از یه اسکچ بوک هم میشه کامل کرد و میشه چندین اسکچ بوک روی این قسمت کار کرد و مانور داد. پس خلاصه اینا کلی ایده که شما میتونین هر کدوم رو که خواستین بگیرین و یه اسکچ بوک کامل اختصاص بدین بهش. و من مطمئنم که وقتی یک اسکچ بوک از صفحه اول تا صفحه صدم شروع میکنین درباره یه موضوع کار میکنین و روش تست میزنین، توی صفحه صدم با اتفاقات خیلی هیجان انگیز روبرو میشین.